من مردی را می شناسم که به سفری طولانی پای در راه نهاد. سفری دور و دراز از پای بوس آستان امام السافرین به آنجا که گمانش هم نبود تا مشاهدی که متبرک نام دارد. مردی که از یک عاطفه انسانی شروع کرد و به عاطفه به همه انسان‌ها رسید. La tour d'ours sert à l'élimination physique des opposants ou quel qu'il soit. علی‌رغم اینکه با نجات جان مسعود عزیز ما از اعدام بزرگترین خدمت ممکن رو به مجاهدین و خلق و انقلاب دموکراتیک مردم ایران کرده بود، چنان متواضع بود که اگر کسی رو اونو نمی‌شناخت هرگز تصور نمی‌کرد که با چه قهرمان تاریخی مواجه و این مرد چه معجزه‌ای در زندگیش آفریده. C'est un ami à qui je pense pratiquement tous les jours et qui incarnait d'une façon formidable lumineuse l'esprit de la résistance du peuple iranien. و وقتی دکتر کاظم اومد خیلی دلم می‌خواست که ببینمش، چون به هر حال او یه برادر مسعود داشت. Effectivement, nous avons appris là l'histoire et son histoire de l'Iran, l'histoire de son frère Massoud et on arrive mal à séparer ces deux hommes, en fait. Alors, et ce petit frère, pour lequel il a une admiration extraordinaire. دکتر کاظم وقتی من صحبت میکردم ترجمه میکرد به فرانسوی براشون، بعد من همینجور که شرح موقع شکنجه ها رو میگفتم که به زنا چه شکنجه هایی تو زندان اعمال میکنن، بعد یک دفعه دیدم که از جیبش یه دستمال در آورد و های های گریه میکنه. از ابتدای شکلی شورای ملی مقاومت و استقرار در فرانسه، دکتر کاظم به عنوان نماینده شورا در کشور سوئیس انتخاب شده بود و در جلسات شورای اون زمان هم شرکت میکرد. در واقع دکتر کاظم قبل از گسترش شورا و افزایش اعضا به شهادت رسید. در یک کلام بگم به معنای اصیل کلمه، دکتر کاظم یک مدافع حقوق بشر، بیشتر یک مجاهد حقوق بشر بود. من یادمه که نمایندای رژیم توی، حالا یادم نیست نیویورک بود یا ژنو بود، که اینا مسلح اومده بودن تو سازمان ملل و دکتر کاظم اونجا توی یه سخنرانی خودشون گفت که اینها اولا که مسلح هستن و من رو هم تهدید کردن. اینطور که این خبر توسط دفتر مرکزی سازمان یا شورا از دستگاه ماشین میمد بیرون، من جمله به جملهش رو میخوندم و موقعی که رسید به همین شهادت دکتر کاظم، یادم بالاش هم تیتر همین بود، خلاصه یک حالت بسیار ناباورانه و شوک داشتم. به سرعت به دست آوردیم که شخص رفسنجانی در اون زمان رئیس جمهور رژیم آخوندی و در واقع در تعادل قوای داخل رژیم نفر یک رژیم بود، یعنی مشخص بود که شخص رفسنجانی پشت این جنایت به این درد میده.
برو با دیگر جاودان فروخا و سلام ما رو به اونها برسون و سلام مجاهدین و مقاومت ایران و بگو که تا آخرین نفس راه شما رو ادامه خواهیم داد. سالهای میانی دهه 60، سالهای اوجگیری مقاومت مردم ایران علیه دیکتاتوری ولایت فقیه در عرصه داخلی و بین المللی است. دکتر کاظم رجوی چون سرداری خستگی ناپذیر از کنفرانسی به کنفرانس دیگر و از ملاقاتی به ملاقاتی دیگر می رود تا صدای زندانیان و شکنجه شدگان و شهیدان انقلاب دموکراتیک مردم ایران را به گوش جهان برساند. نمیخوان حق مقاومت، حق خونها، حق شکنجه ها، حق زجه و گریه ها و ناله ها و فریاد های پیر و جوان و مردم ایران رو بدن. اما این حق مقاومت ایران مشخصا مجاهدین خلق ایران به زور از گلوشون میگیرن، به زور بیرون میکشن، همونطوری که پارسال گرفتن امسال هم گرفتن. خاطره دیگرم مربوط به ملاقاتی است که با دکتر کاظم با یکی از مدیران کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو داشتیم که اتفاقا از دوستان سابق دکتر کاظم بود. مدتی پس از شروع ملاقات و توضیحات دکتر کاظم در مورد جنایت رژیم، اون فرد گفت که شما به تنهایی نمیتونین رژیم آخوندی رو سرنگون کنین و باید با شاهپرستا و پسر شاه متحد بشین، که دکتر کاظم نذاشت حرفش تموم بشه و پس از اون که دقایقی با حرارت بسیار درباره جنایت‌ها و خیانت‌های رضاخان و پسرش صحبت کرد، گفت نه آقا جون، پیشنهاد تو فقط مقاومت ما رو می‌سوزونه و ما اهلش نیستیم. و بعدم گفتش که بریم، ما اومده بودیم راجع به حقوق بشر صحبت کنیم، راجع به حقوق مردم ایران صحبت بکنیم. دیدن قیافه اون فرد بعد از اینکه ما اتاق رو ترک کردیم واقعا دیدنی بود. یکی از خاطراتی که از دکتر کاظم تو همین ملاقات رو داشتم، ملاقاتی بود که در ژنو با دکتر ژینت، دکتر متخصص در عفو بین الملل داشتیم، که اونجا ما رفتیم و کلن تخصص اون خانم این بودش که مثلا هر شکنجهی که میگفتی باید میدید، اندازه میزد، مثلا سانت میزد، عکس میگرفت، فیلم میگرفت که اثباتی مثلا بتونن ارائه کنن و گزارش تهیه میکرد، که یعنی گزارش مستند. دکتر کاظم که اینا رو براش ترجمه میکرد، یک دفعه دیدم دکتره زد زیر گریه. بعد گفتش دکتر کاظم چقدر خوب کاری کردین که یه همچین سند زنده ای رو مثلا آوردین برای افشای جهانی اینا. من دیگه نمیتونم تحمل کنم که با زنای ایران تا حالا ندیده بودن این کارا رو میکنن و اینا. که دکتر کاظم هم در حالی که بغض کرده بود گفتش که این سرنوشت همه زنای ماست که الان تو زندان‌های رژیم آخوندی زیر شدیدترین شکنجه هستن، مردها، برادرانمون و خواهرانمون، ولی شکنجه هایی که سر زنای مجاهد اعمال میشه واقعا وصف ناپذیره. کسانی که از ترس سرما، از گرما، از گرسنگی، از زن، بچه، مقام،
شغل، همه چیز تا اونجایی هر کس به نسبت خودش میگذره این هست که تاریخ رو به جلو میبره. همین رشادت ها، همین فداکاری ها، همین خونخواهی ها، و مسلم است که وقتی خلقی به این مرحله رسید پیروز خواهد شد. در سال 64 واقعی در سازمان مجاهدین خلق ایران به وقوع می پیوندد که دامنه تأثیراتش سراسر مقاومت را در بر می گیرد. انقلاب ایدئولوژیکی درونی مجاهدین. قله رفیع دیگری در زندگی دکتر کاظم، سخنان اون در روز 30 خرداد 1364 بود. همون جا که باز یک هو من و ما شاهد بودیم که دکتر کاظم روی سن ظاهر شد و اون دفاع زیبا و شورانگیز رو از مسعود و خواهر مریم کرد. چرا؟ چون یک دفعه دیگه می دید که خورشید درخشانی از حقیقت راهگشای برای مردم ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران در حال طلوعه، ولی بسیاری هنوز توان درک اون رو ندارند. پس دکتر کاظم وظیفه خودش دید که این بار نه برای دفاع از جان مسعود، بلکه برای دفاع از آرمان مسعود در اون دوران پرفتنه وارد صحنه بشه. دکتر کاظم رجوی در نامه‌ای به تاریخ 20 ماه می 1986 به مریم و مسعود رجوی اینطور می نویسد: به مریم و مسعود، رهبران و پرستشگاه های انقلاب نوین خلق ایران، در این لحظات خطیر و پر استراب و تعیین کننده، با قلبی عمیقاً آکنده از عشق به شما و شور رهایی بخشتان، خدا را گواه می گیرم که خود و همسر و فرزندانم که مطمئنم در احساس شوهر و پدرشان شریکند، آمادگی کامل داریم که همراه و یا در راه شما پیشمرگ و قربانی راه پرعظمتی بشویم که در آن قدم گذاشته اید. تمنا دارم این سعادت را نصیب من و خانواده‌ام بکنید. فدای شما کاظم رجوی. این عشق و عواطفش نسبت به برادر نمیتونه فقط یک رابطه خونی و برادری باشه، یعنی خیلی فراتر از اینه. یعنی وقتی که از برادر حرف میزد به واقع رهبر آرمانیش میدونست و اینجوری وقتی ازش میگفت اصلا عشق تو چشاش جمع میشد، میگفت نمیدونین این کیه. من خودم خیلی جا لحظه دار می شدم که یعنی این چه عشقیه، چه عواطفیه. خب من اگه اولین در واقع حرف رو بخوام بگم به شما، خب من هیچ وقت برادر مسعود رو اون سالا ندیده بودم. مدتی طول کشید در واقع اولین باری که برادر مسعود رو دیدم بعد از عملیات فروغ جاویدان بود و ندیده بودم برادر مسعود رو. و وقتی دکتر کاظم اومد خیلی دلم میخواست که ببینمش، چون به هر حال بوی برادر مسعود داشت و
چیزی که برای من راستش بخواید خیلی تو ذهنم مونده عشق وافرش به رهبر مقاومت بود. بعد از تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران، دکتر کاظم رجوی بارها به قرارگاه های ارتش آزادی بخش می رود و در جمع رزمندگان آزادی حضور پیدا می کند. راهی که دکتر کاظم رجوی انتخاب کرده است، راهی پر فراز و نشیب و پر خطر است که او گام به گام و تنگه به تنگه با آن آشناست و بیش از همه به خطرات اشراف دارد. وقتی ما برای ملاقات ها تو کریدورهای سازمان ملل تردد داشتیم یا تو آسانسور می رفتیم و تو راه راهای سازمان ملل با این سفرا دکتر کاظم ملاقات داشت، خیلی با هیئت نمایندگی رژیم به سرکردگی سفیر رژیم، سفیر پالتودوز رژیم یعنی رجایی خراسانی تو این کوریدورها باش رو مواجه می شدیم، به طوری که وقتی که دکتر کاظمو می دیدن اصلا اینا یک جنون هیستریک می گرفتن نسبت به دکتر کاظم و مدام با حالته که دستشون رو به حالت کشتن یا اعدام کردن یا زدن سر دکتر کاظم اشاره می کردن و با انگشت اشاره بهش می گفتن می کشیمت. در سال 1368 گالیندوپول، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در امور ایران، گزارشی سراسر دروغ را منتشر می کند که مضمون آن انکار جنایت‌های قرون وسطایی دیکتاتوری ولایت فقیه است. دکتر کاظم رجوی در جریان یک کارزار حقوقی و بین‌المللی به افشای این گزارش مجعول می‌پردازد و خشم مضاعف جانیان حاکم بر ایران را برمی‌انگیزد. که تازه بعد از قتل عام سال 67 هم بود و اینها خلاصه یک توطئه بین المللی بود به واسطه گالیندوپول که میخواستن تمام اینها را از صحنه در واقع تاریخ ایران و تاریخ جهان حذف بکنن. بنابراین یک کارزار بسیار سنگینی بود، تعداد بسیار زیادی از زندانیان سابق و اون کسایی که از رژیم شکنجه شده بودن زیر دست رژیم در زندان ها اینها را دکتر کاظم متمرکز کرده بود در ژنو، ما هم در خدمتش بودیم و این کارزار اونجا در واقع ورق را تو حدود زیادی علیه رژیم و این زد و بندی که صورت گرفته بود چرخون و همین شد که رژیم تصمیم گرفت در واقع دو ماه بعد به واسطه تمام این فعالیت‌های دکتر کاظم رو به عنوان یک مانع از سر راه خودش برداره و حذف بکنه. Qu'il avait été menacé de mort à l'ONU et que c'est à ce moment-là que les services de l'ONU avaient mis à l'entrée de la salle principale ces appareils maintenant qui sont tout à fait dans les mœurs, on va dire, mais c'est la première fois qu'on mettait un de ces appareils devant cette salle parce que il y avait cette menace contre Kazem qui existait. Et Kazem a poursuivi. Parce que Kazem parlait parfois des menaces qu'il recevait. J'étais à l'époque député au Parlement de la Confédération.
un de mes collègues au Parlement de la Confédération était le ministre de la Justice Lebas du canton de Vaud. Du canton de Vaud, Kazem habitait dans un petit village sur le canton de Vaud. Donc j'ai parlé à ce collègue, ce conseiller national Lebas, qui en même temps était ministre de la Justice et de la Police à Lausanne, du canton de Vaud, et je lui ai dit, il faut protéger ce combattant de la liberté, ce délégué de la résistance iranienne aux Nations Unies, à la Commission des droits de l'homme, il faut le protéger, il faut envoyer des policiers pour garder sa maison. Il a eu un rendez-vous, Kazem Lebas a dit, il faut que Kazem me voie, Kazem l'a vu, mais finalement, a renoncé à la protection, a renoncé. Kazem a dit, non, je suis un homme libre, je suis au combat, mes camarades, hommes et femmes, en Iran, risquent leur vie tous les jours, il est normal que moi aussi, je risque ma vie. Dix jours avant sa mort, il était là, il savait ce qu'il défendait, vraiment, c'était très fort. Et puis, il connaissait, c'était sa force, il connaissait énormément de monde. Comme il était aussi, justement, très familier, très dans le bon sens du terme, mais qu'il se faisait rapidement des connaissances, eh bien, c'était un homme qui avait une importance, et c'était un homme qu'on prenait au sérieux. Et je pense que c'est aussi cela que l'Iran ne pouvait plus accepter, et c'est pour ça que l'Iran a voulu le faire taire. Avec cette horrible journée du 24 avril 1990, où Kazem a été criblé de balles, pour le dire comme ça, à quelques 50 ou 100 mètres de chez lui, à Taner. دکتر کاظم رجوی یک ماه پیش از شهادتش، یعنی در آستانه نوروز 69، نامه ای برای مریم رجوی می نویسد و بسیاری از ناگفتنی ها را به روی کاغذ می آورد. در جهانی منقاد بی ارادگی، بی تصمیمی و بی مسئولیتی، کنار کشیدن، تسلیم پذیری و تن دادن، مسعود و شما پرچمداران پایداری، شورش، عزم جزم و مقاومت هستید. در این میان، نزد شما و به خاطر عمل شما، جوانان مجاهدین، یعنی آگاه ترین بخش جوانان ایران، از این وضعیت در امان ماندند. آنها امید خود را حفظ کردند، پا عقب نگذاشتند و به مبارزه ادامه می دهند. زیرا شما و مسعود خود تجسم پاک باختگی از خودگذشتگی و فداکاری هستید. شما ارزش‌های عالی را نمایندگی می کنید. قهرمانی را. هر کس می تواند در شما قهرمانانش، پیروزی‌هایش، آرزوهایش، خطراتش، شکست‌هایش، ناامیدی‌هایش، اعمال شجاعانش، تسلط بر خودش، فداکاری‌هایش، رنج‌هایش، و نظایر آنها را گرامی بدارد. خاطره خیلی دردناکیه. من اون موقع به واسطه مأموریت سازمانی که داشتم در سوئد بودم، استکهلم، توی دفتر سازمان. همینطور که این خبر
توسط دفتر مرکزی سازمان یا شورا از دستگاه ماشین میمد بیرون، من جمله به جملهش رو میخوندم و موقعی که رسید به همین شهادت دکتر کاظم، یادم بالاش هم تیتر همین بود، خلاصه یک حالت بسیار ناباورانه و شوک داشتم. شوک از این بابت که خب یک قهرمان حقوق بشر، یک بی نظیر در مقاومت رو از دست داده بود، مردم ایران از دست داده بودن در واقع همچین سرمایه بسیار بزرگ و گرانبهایی را در کارزار حقوق بشر علیه رژیم، و ناباور از این که حماقتی که رژیم انجام داده بود، چون مشخص بود که این کار خود رژیمه و این به زودی اثبات میشه و خون دکتر کاظم چه به لحاظ سیاسی و بین المللی یقه رژیم رو خواهد گرفت. Il était iranien, persan, né d'une culture millénaire, une sensibilité poétique extraordinaire. Et pour moi, c'est un des grands événements de ma vie d'avoir connu Kazem Rajavi. Sa mort m'a affecté comme la mort d'un frère, m'a complètement, évidemment beaucoup plus qu'attristé, ما دیوسته. من واقعا هیچ لحظه ای دردناکتر از اون لحظه ای که خبر تلفن زنگ زد و خبر شهادت دکتر کاظم رو به من داد نداشتم. به همین دلیل همراه با همه مجاهدین خطاب به دکتر کاظم میگم که در روز عاشورای 4 اردیبهشت 1369 خطاب به دکتر کاظم شهید بگم که لعن الله امتا قتلتک و لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالک. خدا لعنت کند خمینی و خامنه ای و رفسنجانی و روحانی که فرمان به قتل ناجوان مردانه تو را دادند. خدا لعنت کند نمایندگان مجلس ارتجاع و دیپلمات هایش در سوئیس که اسباب قتلت را فراهم کردند و بر اجرای اون نظارت کردند. خدا لعنت کند 13 قاتل و تروریستی که خون پاکت را بر زمین ریختند. خدا لعنت کند شاگرد جلاد اوین سعید شاه‌سوندی را که در شناسایی های قبل از اجرای قتل به قتله تو کمک کرده بود. و خدا لعنت کند کسانی را که قاتلین تو را پس از دستگیری ذلیلانه و به خاطر منافع اقتصادی به آمرین قتلت تحویل دادند. تاریخ ایران به وظیفه انسانی، وجدانی، میهنی و مردمی من برای نجات شرف، اعتبار و حیثیت و افتخارات مردم من، تمامی مردم من تا آنجا که در قوه داشتیم قیام و اقدام کردیم. خلق در زنجیر من در میدان مبارزه است. چی گفتم؟ نخر بلکه آگاه ترین، جسور ترین، فداکار ترین پیشاهنگان مردم ایران در صحنه. آنها به قیمت خستگی، تشنگی، گرسنگی، بیخوابی، تحمل هر نوع سختی و صرف نظر از موهبات دو مواهب اولیه زندگی، از ارزش‌های به سرقت رفته خود و انقلابشان، از امیدها و آرزوها، از اعتمادهای تحقیر و خیانت
شده و ظاهراً بر باب رفته صادقانه شجاعانه پاسداری می کنند. آیا امکان داره وقتی که من بعد از مرگم من رو مجاهد خطاب کنین و روی سنگ مزارم مجاهد بنویسین؟ این نهایت آرزومه، ولی واقعیت این بود که اگرچه اون آرزوش به لباس رزمنده ارتش آزادی بخش در اومدن و شهید شدن در صف مقدم جنگ نظامی ما با خمینی بود، ولی اون سرداری از ارتش آزادی بخش بود که در صحنه جنگ سیاسی و بین المللی ما با خمینی دشخیم به شهادت رسید. بارها سوال میکرد من میتونم مجاهد باشم؟ در زمان حیاتش بهش گفتم، الانم تکرار میکنم، مگر غیر از اینه که مجاهد نه یک اسم که یک رسم، یک روش، یک آیین و یک زندگیه. مجاهد بودن یعنی رها و آزاد از هر قید و بند استثماری و بند ساز، مؤمن به آرمان خلق و آزادی اون و مبارزه برای اون و به حق که با خون خودش مجاهدتش رو مهر کرد. چه مجاهده بالا قدر و پر ارج و پر ارزشی. بعد از شهادت دکتر کاظم رجوی، مقاومت ایران در کارزاری گسترده در صدد شناسایی قاتلین برمی آید. گرهی در کار نیست، همه چیز به سرعت روشن می شود. به سرعت به دست آوردیم که شخص رفسنجانی که در اون زمان رئیس جمهور رژیم آخوندی و در واقع در تعادل قوای داخلی رژیم نفر یک رژیم بود، یعنی هنوز خامنه‌ای جنایتکار نتونسته بود خودشو در موقعیت ولایت فقیه تثبیت بکنه و رفسنجانی بعد از مرگ خمینی نفر یک رژیم بود، مشخص شد که شخص رفسنجانی پشت این جنایت و این قتل بوده و ما این رو مستند به اصطلاح صدای بالاترین مقامات رژیم به دستگاه قضایی سوئیس اطلاع دادیم. در این حال البته نقش خامنه‌ای روشن هست، برای اینکه حکم قتل دکتر کاظم رجوی رو شخص خمینی در سالهای آغازین دهه 80، دهه 80 میلادی عرض می‌کنم، یعنی 60 خورشیدی داده بود و بعد از مرگ اون دجال اعظم هم جانشینش یعنی خود خامنه‌ای هم این حکم رو تنفیذ و تایید کرده بود و به همین در واقع بر اساس همین تنفیذ ولی فقیه و البته کارگردانی کامل شخص رفسنجانی و البته در اجرا هم به دست وزارت اطلاعات که اون موقع وزیر اطلاعات رفسنجانی علی فلاحیان بود، این جنایت انجام شده بود. در ادامه تلاش‌های مقاومت ایران، اسامی و بلیط‌های قاتلان کشف و پرواز آنها ردیابی می‌شود. قاتلان یک گروه 13 نفره هستند که در مقر وزارت اطلاعات در خیابان کریمخان تهران توجیه می‌شوند و با در دست داشتن پاسپورت خدمت، یعنی پاسپورتی که مقامات دولتی از آن برخوردار هستند، به سوئیس می‌روند. مقاومت ایران تمامی اطلاعات را در اختیار قاضی شاتلن به عنوان قاضی پرونده می‌گذارد و قاضی شاتلن از کانتنوو در تاریخ 22 ژوئن 1990 اطلاعیه‌ای صادر می‌کند و رسماً اعلام می‌کند که 13 تن از قاتلان صادراتی رژیم آخوندی این جنایت را مرتکب شدند. صدور این اطلاعیه نخستین دستاورد حقوقی مقاومت ایران است. اما قاتلان چه می‌شوند؟ چرا هیچ یک از آنها دستگیر نمی‌شوند؟ خب رژیم آخوندی چون دیگه رژیم حرفه‌ای تروریستی هست، سعی می‌کنه که اولا از همه امکانات یک دولت حاکم
یعنی از پول، از امکانات، از روابط دیپلماتیک، از هر امکانی که یک دولت حاکم برخورداره، چون که کار تروریستی براش و عمل تروریستی براش یک عمل استراتژیک بوده، از همین امکانات استفاده بکنه. همه این افرادی که اومده بودن با اسامی مستعار بودن، پاسپورت داشتن با اسامی دیگه، بنابراین هرچند همه اسامی اعلام شد و الان 13 تا اسم اینجا دارم، اگر بخوام بخونم هر 13 تا اسم هست، ولی واقعیت این است که خب این افراد اسامیشون اسامی واقعیشون نبوده و همین خاطرم خب به سرعت هم سیستم امکانات هواییش رو به کار گرفت. ایران ایر در واقع هواپیمای رسمی رژیم و دولتی رژیم هست، در فرودگاه ژنو منتظر اینها بود. وقتی جنایت انجام دادن با ما ایران ایر همه ایران برگشتن. همین اخیراً یک افشاگری در همین زمینه صورت گرفت و روزنامه‌های انگلیسی و آلمانی اینا نوشتن که در واقع ایران ایر یکی از کاراش در واقع کمک به پروژه‌های تروریستی رژیم آخونده بوده و از جمله به همین به اصطلاح از میدان به در بردن و از صحنه خارج کردن قاتلای دکتر کاظم به طور مشخص در این گزارش تصریح شده بود. در همان مقطع زمانی یک روزنامه‌نگار سوئیسی به اسم میریام گازو در روزنامه لاسوئیس مقاله‌ای می‌نویسد و بر اساس تحقیقات خودش اعلام می‌کند رفسنجانی در جنایت ترور دکتر کاظم رجوی دست داشته است. رفسنجانی علیه این خبرنگار شکایت می‌کند و مقاومت ایران با تمام قوا به دفاع از میریام گازو می‌پردازد. در نهایت دادگاه به نفع گازو رأی می‌دهد و او را تبرئه می‌کند. مضمون حقوقی و سیاسی این حکم تایید این بود که رفسنجانی در این جنایت دست داشته است. اقدام دیگه حقوقی که در واقع تو این فاصله صورت گرفت به نظرم بسیار اهمیت داشت، اقدام بود که در سال 2006 یعنی 1385 در فروردین 85 صورت گرفت که اونم بسیار مهم بود. همین بود که در واقع به استناد مدارکی که در خود پرونده جمع‌آوری شده بود و به استناد مدارکی که سازمان از داخل ایران جمع‌آوری کرده بود و به دادگاه ارائه کرده بود، قاضی جدیدی که پرونده رو عهده‌دار شده بود، یعنی قاضی ژاک آنتنن، در واقع دستور جلب بین‌المللی علی فلاحیان وزیر اطلاعات اون زمان این جنایت رو اعلام کرد. در واقع این هم یک گام بسیار جدی به جلو در مورد در این پرونده بود، چون بالاخره حکم جلب بین‌المللی علی فلاحیان رو صادر کرد. مطابق قوانین سوئیس وقتی 3 دهه از عمر یک پرونده قضایی بگذرد و مجرم دستگیر نشود، آن پرونده کلاسه یا بسته می شود. پرونده دکتر کاظم رجوی هم بعد از گذشت 30 سال یعنی در سال 99 مشمول همین قانون می شود و در شرف بایگانی قرار می گیرد. اما کارزار مقاومت ایران همچنان ادامه می یابد. بعد از این مرحله ما در واقع مونده بودیم که چیکار کنیم. خب ما با این کار مخالف بودیم، برای اینکه ما می‌دونستیم که کیس دکتر کاظم رجوی کیس عادی نیست، ولی فی الواقع راه جدی هم برای شکستن این بنبست وجود نداشت. به همین خاطر ما اعلام کردیم، ما در واقع وارد مشورت شدیم با وکلا و دانان سوئیسی و گفتیم به اونها که واقعیت این هست که قتل دکتر کاظم رجوی یک قتل عادی حتی در مفهوم تروریستی نیست. درسته که تروریسمه، ولی تروریسمش یک قتل عادی نیست. قتل دکتر کاظم رجوی در واقع محصول یا نتیجه یک به اصطلاح کارزار جنایتی است که رژیم آخوندی و به شخص خمینی به طور مشخص از روز اول علیه مجاهدین به راه انداخته، که حاصل اون هم اگر بخوایم نگاه کنیم به تاریخ چیه مجاهدین و جنایت هایی که رژیم مرتکب شده، در قتل عام سال 67 بیشتر ماده میشه و همچنین در قتل هایی که در واقع در اون اعدام های گسترده ای که در دهه 60 اتفاق افتاد. خب اگر اینجوره، پس بنابراین قتل کاظم رجوی هم در مضمون حقوقی ادامه اون قتل هاست. در نهایت ما شکایت بردیم از دادسرای فدرال سوئیس به دادگاه فدرال سوئیس، به دادگاه شکایات، که در واقع دادگاه شکایات مرجع تصمیم گیری در مورد این اختلاف بود و در نهایت اون دادگاه به نفع ما رأی داد و تصمیم گرفت که قتل دکتر کاظم رجوی به عنوان مصداقی از جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی میباید مورد تحقیق قرار بگیره و دستور داد به دادسرای فدرال سوئیس که تحقیقات رو از نو احیا بکنه و گسترش بده و شروع بکنه و به این ترتیب پرونده دکتر کاظم رجوی مشمول مرور زمان نشد و تحقیقات در مورد ادامه پیدا کرد که الان هم دو مرتبه جریان پیدا کرده. از جمله حکم یا در واقع دستور
جلب بین المللی علی فلاحیان و همینجور دستور جلب بین المللی اون 13 نفر دیگه همه با هم در واقع احیا شده و مجدداً به جریان افتاده. نبرد دکتر کاظم رجوی با جانیان حاکم بر ایران به دوران حیات او محدود نمی شود. دکتر کاظم رجوی بعد از شهادتش هم با پیکر در خون تپیدهش به نبرد علیه دیکتاتوری ولایت فقیه ادامه می دهد. قلب او در سینه همرزمانش می تپد و یاد او در لحظه لحظه این مقاومت با شکوه جریان دارد. دکتر کاظم عزیزم، بدون تردید امروز تو شهید قهرمان و نجات بخش مسعود از اعدام و دار و تیرباران رژیم خائن شاه به هر کجای مجاهدین و به خصوص به پیروزی هاشون که نگاه بکنی خودت رو در اون حاضر و ناظر خواهی دید. قبل از همه خودت رو در اشرف سه خواهی دید، چرا که این اشرف گل سرسبد تمامی تلاش های نسل مجاهد خلق، سازمان مجاهدین، انقلاب خواهر مریم و تلاش ها و فداکاری های مسعود عزیزمونه. بله، در اشرف سه خودت رو خواهی دید. بدون تردید خودت رو در کانون های شورشی، این جوانهایی که مثل تو شورشگرند، اراده کردند که رژیم رو سرنگون کنند و با دست خالی وارد صحنه میشند و رژیم رو به آتش میکشند خواهی دید. کاظم عزیزم، امروز تو خودت رو در عمق سیاه چالهای رژیم ضد بشری آخوندی خواهی دید که دوشا دوش و کنار تک تک خواهران و برادران مجاهدت، این فرزندان عزیز مسعود و مریم، روی تخته های شکنجه زیر کابل دارن مقاومت میکنند و سر موضع باقی موندند، اونجا خواهی یافت مثل تو سر موضع به هر قیمت. بله دکتر کاظم عزیزم، امروز تو خودت رو در هر جلسه ای که خواهر مریم در خارج کشور برای دفاع از اشرف سه و برای دفاع از منافع خلق ایران و آزادی در ایران و دفاع از حقوق بشر در ایران میگذاره خودت رو اونجا خواهی دید. کاظم عزیزم، تو خودت رو در افتادن دکتر آل خویدال کوادراس و بعد برخواستن، بعد از تیر خوردن و این چنان قهرمانانه مثل تو ایستادن خواهی دید. تو در تمام نبردهایی که ارتش آزادی بخش کرد حضور داری، به خصوص در فروغ جاویدان. راه رو تو گشودی، ما در اون گام زدیم، همچنان در این راه وفادار خواهیم موند و به تو تعهد میگم و تعهد میدیم و به سنت مجاهدین در مقابل تو حاضر حاضر میگیم. البته ناقوس مرگ این رژیم به شکرانه عملیات افتخارآمیز، تحسین انگیز و حماسه آفرین فرزندان پیشتاز خلق قهرمان ما، یعنی رزمندگان ارتش آزادی بخش ایران به صدا در آمده و روزی که مردم ایران از شر این رژیم تنفرانگیز آزاد بشند دور نیست.